با سلام خدمت دوستان، درس 47 مجموعه روششناسی به زبان ساده رو در خدمتتون هستیم. طبق معمول در دو قسمت. من در اینجا میخواستم بگم که این دروس که امروز درس 47 هستش تا درس 50 ادامه خواهد داشت و مجموعاً یک مجموعه میشه که یک نوع درآمدی بر روششناسی است که در اختیار شما خواهد بود و ما متوقف میکنیم در درس 50. شاید دو مرتبه بر اساس نیازهایی که وجود داشته باشه این درس ها رو دنبال کنیم. در این چند درسی که مونده، یعنی 4 جلسه که ما داریم، که هر جلسه 2 قسمت 15 دقیقه است که بتونیم در روی اینستاگرام هم قرارش بدیم، ما به چند موضوع خواهیم برخورد که هفته گذشته گفتم. ما در مورد موضوع اخلاق صحبت میکردیم و مسئله ناشناس بودن و لزوم ناشناس بودن و در این حال اینکه ما باید بتونیم اون ناشناس بودن رو تکمیل بکنیم با نوعی شناسنامه‌دار بودن منابعمون، ما یه مقداری در این مورد صحبت کردیم. از اطلاع رسان ها گفتیم که مشخصات اجتماعی اطلاع رسان ها رو ما باید داشته باشیم، تا جایی که ممکنه باید اینها مستند باشه، حالا به صورت صوتی، به صورت تصویری، داشتن نام اینها، جایی که هستن و غیره، ولو اینکه در خود کار این نیاد، ولی اینکه ما اینها رو داشته باشیم ضروری هستش. خب این نکته هم گفتیم و بعد گفتیم که یک بحثی ما در مورد فیلم و عکس داشته باشیم و احتمالاً حالا من امروز بیشتر در مورد عکس صحبت میکنم، ابزار عکس، و هفته آینده فکر میکنم در مورد فیلم صحبت بکنم. دو تا از بحثامون خواهد بود و فکر میکنم شاید در مورد سیاست زبان، در استفاده از زبانی که از مسائلی که بوده، که سوالاتی که مطرح شده بوده، و یکم در مورد اسناد تاریخی و میدانهای تاریخی کار، یعنی اونهایی که معاصر نیست، ما صحبت بکنیم و تقریبا مجموعه کاملی هست شد، بدون اینکه هیچ ادعایی داشته باشیم و بدون اینکه من بخوام بگم که کسی که این مجموعه رو حالا اگر استفاده کرده نیاز نداشته باشه به اینکه روششناسی رو به صورت جدی از طریق کتاب، از طریق همه ابزارهایی که در دسترسش هست، به شکل علمی دنبال کنه. خب پس بیایم و به مسئله عکس و استفاده از عکاسی در به اصطلاح کار انسانشناسی برسیم و در این مجموعه هم که من صحبت میکنم همواره میخوام بحث مسئله اخلاق هم باشه، یعنی اون ملاحظاتی که ما در چندین جلسه پیش گفتیم و دائم داریم تکرار میکنیم رو دائما در ذهنمون باشه. خب بس که ما در مورد استفاده از عکس داریم، استفاده از عکس یک امر جدید نیست در پژوهش اجتماعی. من همین هفته یک مقاله منتشر کردم با عنوان عکس و پژوهش اجتماعی که در مجله مستند، عکاسی مستند، که شماره اولش منتشر شده هست. الان اگر روی کانال های تلگرام ما هم برید اون مقدمه هست و اصلا عنوانش همین هستش، عکس و پژوهش اجتماعی. در اونجا توضیح دادم، کتابی هم گفتم در دست انتشار دارم که مجموعه مقالاتم در باره عکاسی هست و مشخصا در مورد عکس خیلی بحث شده.
ما اینجا نمیخوام به اون بحث ها دو مرتبه برگردم، میخوام به نکات روش شناسی این موضوع برگردم. میخوام بگم که عکاسی و طراحی به صورت دو روش یا دو فن موازی با هم تقریبا از ابتدای انسانشناسی مدرن که بتونیم بگیم ابتدای قرن بیستم هست، ما با اونها سر و کار داشتیم. خب گروه معتقد بودن که طراحی بسیار بهتر از عکاسی میتونه به سر نکات ریز و دقیق رو برای ما روشن کنه، که این البته مربوط میشه به دورانی که عکاسی با به اصطلاح پیکسل بالا با باز امکانات به اصطلاح خیلی دقیق که امروز امکان پذیر هستش با دوربین های جدید و حتی دوربین های همراه روی تلفن های جدید، این وجود نداشت. یعنی عکاسی بیشتر عکاسی بود که تصویر کلی میداد از اون شیی که ما داریم عکاسی میکنیم یا اون به اصطلاح مجموعه که داریم عکاسی میکنیم. اما باید این در نظر بگیرید که امروز این فرق کرده. در اون زمان که هنوز عکاسی اون دقت رو نداشت، بزرگ کردن عکس یا ممکن نبود و نیاز به این داشت که عکاسی در شرایط خیلی خاصی انجام شده باشه تا بشه اون ظرایف رو دید، و تازه باز هم نمیشد با اون دقت کافی این رو دید، و بنابراین طراحی راهی بود که پیدا شده بود برای اینکه بشه با کشیدن یک تر نکات ظریفی رو که در یک مثلا شی وجود داره، در یک مثلا کلبه روستایی وجود داره، در یک ابزار فلزی وجود داره، در یک ظرف غذا وجود داره و غیره، نقوشی رو که روی دیوارها وجود داره و غیره، اینها رو از با تکنیک طراحی و البته تبحر بسیار بالایی میخواست، حتی در خیلی از موارد طراحا سوا بودن از کسانی که خودشون کار مردم نگار میکردن و اتنوگرافی میکردن، این کار رو با طراحی انجام میدادن. ولی خب این کار الان نه تنها به وسیله عکاسی میتونه انجام بشه، تبدیل عکس به تر هم با اپلیکیشن های امکان پذیره. یعنی من فکر نمی کنم دیگه طراحی در اون معنایی که ما شاید تا نیمه قرن 19 داشتیم دیگه معنایی داشته باشه. منظورم طراحی هنری نیست، منظور من طراحی هستش که هدفش این بود که نکات ظریفی رو که در یک شی یا در موضوع مورد مشاهده وجود داره رو بخواد به ما نشون بده. فکر میکنم این آینده چندانی داشته باشه، چون اگر با دوربین هایی گرفته شده باشه از زوایای مختلف شی یا موضوع کار با دوربین گرفته شده باشه، یا حتی با دوربین های فیلم برداری، فیلم هایی که میشه بعد فریم به فریم اینها رو تبدیل به عکس کرد، و اپلیکیشن ها و برنامه هایی که وجود داره که اینها رو به تر تبدیل کنه، دیگه عملا طراحی رو یه مقداری حاشیه‌ای میکنه. اما مسئله عکس حل نمیشه. عکس در حقیقت یه مقدار زیادی از مسائلی که به عکس مربوط میشه مسئله اخلاقی هستش. چقدر سوژه‌ای که داره عکاسی میکنه مشروعیت داره که عکاسی کنه، و از چه چیزی مشروعیت داره که عکاسی بکنه، چقدر میتونه به موضوع مورد عکاسی نزدیک بشه. خب در اینجا ما مباحث فرهنگی بسیار پیچیده‌ای رو داریم. ببینید از هر فرهنگی به فرهنگ دیگه مسئله متفاوته، و بخشی هم مسئله جهان شموله، که حالا من جهان شمول که میگم تمام تاریخ رو نمیگم، تمام تاریخ که عکاسی وجود نداشته، من در همین دوره متأخر و امروز میگم. خب مثلا فرض بکنید که ما مواردی داریم که شما معمولا هم روی شبکه های اجتماعی میتونید ببینید، عکاسی از بچه ها تقریبا این رو میتونید بدونید که تقریبا همه جا ممنوع هستش و نباید این کار انجام بشه مگر با یک اجازهی که بتونید واقعا ثابت کنید که اون اجازه داده شده به شما. عکاسی از بچه و به خصوص از نزدیک معمولا کاری است که نباید کرد. عکاسی اصولا از نزدیک بدون اجازه کسی که داره ازش عکس گرفته میشه
قابل انجام نیست. یعنی باید اون کسی که بهش میشه گفت عکس پورتری، یعنی عکسی که شما از مثلا همین فاصله که الان من با دوربین دارم، این یه عکس پورتری هستش. حتی شاید یه متر دیگه هم دورتر هم باشم، بازم عکس از این میتونه شروع شه تا دوربین رو ما بازم به صورت فرد نزدیکتر کنیم. و در خود کالبد به اصطلاح پژوهش هم دقت داشته باشید که نقطه حساس صورت هستش. نقطه حساس صورت هست. و چرا؟ چون صورت جایی هستش که سوژه تشخیص داده میشه، شناسایی میشه. و به همین جهت هستش که وقتی مثلا میخوان یک کسی رو ناشناس کنن، چشمهاش رو یک باند میزنن توی عکس که کسی نتونه بشناسش. ولی خب باید توجه داشته باشید که امروز در عکاسی شناسایی افراد صرفا از طریق صورت انجام نمیگیره، از طریق چشم انجام نمیگیره. مشخصاتی که یک فرد در صورت خودش داره، مخصوص اگر یک علامت خاصی در صورتش داشته باشه، طرز لباس پوشیدن یک فرد، محیطی که فرد درش قرار گرفته، و همه اینا میتونه عوامل شناسایی باشه. و این شناسایی مسلما ضربه میتونه بزنه اگر مجوزهای لازم براش گرفته نشده باشه. به این نکته باید توجه کنید که یک نکته فنی و روش شناختی هستش. لزوما هنوز ما مورد محتوای عکس نشدیم. اینها قوانین جهان شمولیه که وجود داره. حالا وقتی که وارد قوانین محلی میشید، دیگه اونجا فکر میکنم اطلاع رسانه ها و کسانی که در محل هستن به شما میتونن مسئله رو بگن. همیشه در هر فرهنگی چیزهایی هست و که بعضیش به فاصله ربط پیدا میکنه. مثلا شما تا چه نمایی میتونید به در چه نمایی میتونید عکس بگیرید، نمای نزدیک یا متوسط یا دور. معمولا نمای دور پذیرفته تره، هرچی به سوژه نزدیک تر میشین نمای میانه سخت تره، و کلوزآپ بسیار بسیار سخت تره. و این در فرهنگ های مختلف معنی کلوزآپ یا میانه یا دور فرق میکنه. ممکنه در سینما یا مسائل فنی که امروز بین عکاس و مطرح اینها کم و بیش مشخص باشه، ولی در فرهنگ ها لزوما اینطور نیست. باید به این مسئله توجه داشته باشین که اطلاع رسان باید این رو به شما بگه که چه چیزی نمای نزدیک هستش. و بعد خود عکاسی از آدم ها متفاوت هستش. آدم های اصلا فرهنگ های ما داریم که اصولا عکاسی رو نمیپسندن و حاضر نیستن عکس ازشون گرفته بشه. کسانی هستن معمولا افراد از عکس گرفته شدن اینکه یک غریبه که پژوهش کرد دقت داشته باشیم، برای اونها یک غریب است. عکس از مثلا فرزندانشون بگیره، بچه ها بگیره، زیاد راضی نیستن. در اکثر فرهنگ های جهان که فرهنگ های مردسالاران هم هستن، عکس گرفتن از زنان یک امر تابویی هستش. در بعضی از موارد از افراد کهنسال همین مسئله رو شما دارید. ولی به خود افراد هم برمیگرده و عکاسی در موقعیت های متفاوتی که افراد درش قرار دارن نمیتونه مطلوبشون باشه و به اون اجازه بدن. بخش دومی که من صحبت میکنم برمیگرده بنابراین به روش عکس برداری که در چه چارچوب های جهان شمول و محلی ما موقعیت رو که اضافه میشه به اون موارد دیگه که من اشاره کردم، باید شامل عکاسی قرار بدیم. با توجه به این نکته که اینو در ذهن داشته باشید که عکس فرد رو در یک لحظه متوقف میکنه، پویایی رو او رو از بین میبره، دینامیسمش رو از بین میبره، تصویرش میکنه، تبدیلش میکنه به یک مجسمه، تبدیلش میکنه به چیزی که حرکت دیگه درش وجود نداره. و این طبقات زیادی برای سوژه زنده داره، چون سوژه زنده بنابر تعریف باید حرکت داره.